امروزه هر جا که میریم، حالا میخواد یه دوره همی باشه، میخواد یه مهمونی خانوادگی باشه، اصلا میخوایم بریم تو کافه بشینیم کافی بخوریم بدون اینکه خودمون بفهمیم، یهو بس میره به سمت موضوع کریپتوکارنسی و اینجوری میشه که مثلا ساعتها شما با همکارتون راجع به این قضیه صحبت میکنین، تاش میگین اصلا چی شد من به این بحث رسیدم. خلاصه که تمام دنیا دارن راجع به بیت کوین و ارز و کریپتوکارنسی صحبت میکنن، ولی از بین تمام این آدم ها، از بین اصلا خود من و همکارام، عده کمی هستن که دقیقاً میدونن بیت کوین چیه و از کجا در میاد، یعنی از کجا استخراج میشه. برای همین تصمیم گرفتم توی ویدیوی امروز بیام و بهتون 4 تا از جاهای بزرگترین، در واقع جاهایی که توشون بیت کوین داره ماین میشه یا همون استخراج میشه، رو نشونتون بدم. پس مثل همیشه با من و دیجات همراه باشین و من مریم هستم. جنسیس ماینینگ یه شرکت فناوری و ارائه دهنده پیشرو برای استخراج ابری بیت کوینه. حالا این استخراج ابری که میگم یعنی چی؟ استخراج ابری اصطلاحیه برای شرکتایی که میان ابزار و سخت افزار مورد نیاز برای استخراج بیت کوینو در اختیار شما قرار میدن و یه جورایی بهتون اجاره میدنشون. حالا این اجاره دادنه به این معنی نیستش که شما میرین یه دستگاه از اینا اجاره میکنین، یه ماینر ازشون اجاره بکنین، برین تو خونتون وصلش کنین به برق و ازش بیت کوین در بیارین، بلکه در واقع عمل استخراج کردن رو به جای شما برای شما انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی شما اول یه پولی میدین برای به اصطلاح اجاره کردن این دستگاه به اون کمپانیه و بعدش اینا هر چقدر که بیت کوین برای شما ماین بکنن یا همون استخراج بکنن، سودی هم از روی اون برمیدارن. حالا این چه فایده ای داره؟ یعنی سودش برای کسی که رفته پول داده چیه؟ میتونه برای ماینر بخره بندازه گوشه خونش دیگه. سودی که این شرکت ها دارن اینه که هزینه های گزاف، به اصطلاح گزافی که این دستگاه های ماینر دارن، دیگه فقط روی دوش شرکت میفته، برای شما داستان ایجاد نمیکنه. شما پولشو میدین یکی دیگه براتون بیت کوین ماین میکنه. از بحث دور نشیم، برگردیم سراغ همون موضوع قبلی. این کمپانی، همون شرکت جنسیس ماینینگ، از قدیمی ترین و بهترین و با تجربه ترین شرکت هایی که این عمل استخراج کردن بیت کوین رو داره انجام میده. توی سری منابع گفتن از سال 2013 شروع به کار کرده، توی سری دیگه گفتن از سال 2014، ولی طبق چیزی که من متوجه شدم از اون موقع تا به الان بیش از 20 تا مزرعه ماینینگ توی مقیاس صنعتی ساخته. اصطلاحا به این جور مناطق، مثلا به این جور کمپانی ها میگن مزرعه ماینینگ، ماینینگ فارم به اصطلاح. پس مزرعه ماینینگ ساخته بیش از 20 تا. و اینکه آخری شدم یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، آها، از اون موقع تا به الان بیش از 1,000,000 بیت کوین استخراج کرده. این سوله های ساده ای که وسط ناکجا آباد دارین میبینین، در واقع از بزرگترین مزارع ماینینگ کریپتو دنیا. توی هر کدوم از این سوله های 400 متر مربع قفسه و طبقات بزرگ قرار دارن که پر شدن از کامپیوترهای تو در تو که پشت سر هم دارن محاسبات و معادلات خیلی پیچیده ای رو حل و پردازش میکنن، و برای اینکه از داغ شدن بیش از حد یا ترکیدنشون به خاطر این حجم کار جلوگیری بشه، صدها و یا حتی هزاران تا فن تولید کننده هوای یخ کنارشون تعبیه شده. 6 تا توربین سقفی قولپیکر روی سقف این سوله‌ها قرار گرفته که برای چرخیدنشون نیروی مجموع 360 تا ماشین لباسشویی باید روی هم قرار بگیره که اینا بتونن با هم دیگه تکون بخورن و بچرخن. در ادامه هم این جنسیس ماینینگ اومد اینیگما رو تأسیس کرد که بزرگترین مزرعه استخراج ابری اتر توی کل جهانه. اطراف این تأسیسات اینیگما منابع آب زیرزمینی قرار داره که میان اون انرژی زیاد و فت و فراوونی که این تأسیسات نیاز دارن رو از این منابع آب زیرزمینی تامین میکنن، چون میدونید دیگه انرژی زیاد میخواد برای چرخیدن اون توربینا و جلوگیری از داغ شدنش و اینا. یک حجم زیادی، یعنی یک در واقع منبع بزرگ از انرژی میخوان که نزدیکش هم باشه، که این اینیگما دقیقاً اون منبع رو داره. همچنین جنسیس اومد یه نرم افزاری طراحی کرد به اسم جنسیس هایو، که به کمک این جنسیس هایو میتونه روی تمام کامپیوترهایی که توی این تأسیسات هستن نظارت داشته باشه. حالا برای چی؟ که اگر یک روزی بخشی از این سیستم ماینینگ به هر دلیلی از کار افتاد، کارکنان مجبور نشن توی کل این سوله های قولپیکر راه بیفتن و هر کامپیوتر رو با 6 تا سی پی یو بررسی بکنن که ببینن رو کدوم سیم اتصالی کرده یا مثلا کدوم بخش از این سخت افزارا به مشکل خورده، و به کمک این جنسیس هایو میتونن مشکل شناسایی بکنن و به برطرف کردن زودترش کمک بکنن. یه نکته‌ای که حتما اینجای ویدیو باید ذکرش کنم، چون در ادامه حتما بهش برمیخوریم، اینه که مهمترین مؤلفه هنگام ساختن یه مزرعه استخراج بیت کوین که طراحا و چه میدونم سازنده ها باید خیلی بهش دقت بکنن، لوکیشن و موقعیت منطقه‌ایه که اون مزرعه قراره توش ساخته بشه.
جنسیس ماینینگ از اونجایی که میخواست تولیدش رو بهینه و بصرفه بکنه، تصمیم گرفت محل این تأسیسات بزرگش رو از چین و بوسنی به فنلاند منتقل کنه. حالا چرا؟ چون که فنلاند به لطف هزینه برق کم و دمای پایین یه محل عالیه برای ساختن همچین سازه‌های پرمصرف و انرژی خوری. یعنی مصرف انرژی زیاده، خیلی انرژی میخوره، وارد خودش میکنه. بیت ریور بزرگترین دیتا سنتر اتحاد جماهیر شوروی سابقه که توی سال 2017 تأسیس شده و از همه جای دنیا مشتری به خودش جذب کرده، از آمریکا گرفته تا چین و ژاپن. طبق تعریفی که توی سایت بیت ریور می‌بینیم، این کمپانی خدمات گسترده‌ای رو برای استخراج ارزهای دیجیتال توی مقیاس بزرگ، عملیات بلاکچین و هوش مصنوعی داره به سرمایه‌گذارانش ارائه میده. بیش از 200 کارمند تمام وقت هم داره و توی مارس سال 2021 مشخص شد که بیت ریور حدود 2% از استخراج بیت کوین رو توی دستای خودش داره. بیت ریور زمانی که می‌خواست این تأسیساتش رو بنا بکنه و بسازه، اومد یه ساختمون کنار کارخونه براتس که بزرگترین کارخونه ذوب آلومینیوم در جهانه اجاره کرد، که این کارخونه هم توی سال 1960 و توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده بود. حالا چرا همچین کاری کرد و چرا همچین منطقه‌ای رو برای ساختن این تأسیسات انتخاب کرد؟ دلیل اول این بود که انرژی ارزون و پایدار یکی از نیازهای اساسی استخراج ارز دیجیتاله، و چون یه نیروگاه برق آبی توی فاصله 3 مایلی این ساختمون وجود داشت، انرژی مورد نیاز برای این دم و دستگاه‌های پرمصرف از همین نیروگاه به راحتی تامین می‌شد. به زبان ساده بخوام بهتون بگم، این نیروگاه عملاً می‌تونه آب رو به پول تبدیل کنه. دلیل دیگه‌ای که باعث شده بیت ریور یه محل عالی برای ماین کردن بیت کوین باشه، آب و هوای سرد سیبری و زمستون‌های طولانیشه. متوسط دم توی این منطقه توی زمستون از منفی 2 درجه سانتیگراد بالاتر نمیره، که به خنک کردن پردازنده‌هایی که برای ماین کردن نیازه کمک می‌کنه، و این دم برای تجهیزات این دیتا سنتره نیازه. از بیت ریور روزانه 20 تا بیت کوین استخراج میشه و برای همینه که روسیه یکی از قدرتمندترین کشورها توی استخراج بیت کوینه. یه چیز عجیب و یادم رفت قبلش بهتون بگم، الان بگم، توی روسیه کلن استخراج بیت کوین ممنوعه و بیت ریور با یه سری راه و روش‌های قانونی عجیب و غریب تونسته تا به الان انقدر بیت کوین استخراج بکنه، مبرا هم باشه از این همه اتهامی که دارن بهش میزنن. و طبق چیزی که من متوجه شدم، خیلی کم راجع بهش تحقیق کردم، ولی اون جمله‌ای که برای مبرا کردن خودش استفاده میکنه و اون روشه اینه که میگه که من که خودم دارم بیت کوین استخراج نمی‌کنم، دارم وسیله‌هامو دم و دستگاهمو ابزارمو اجاره میدم به یه سری آدم دیگه که بیت کوین ماین بکنن، پس من چرا میخواییم بیاین خیر منو بگیرید. و خلاصه که با همین جمله هم درست تونسته پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه. فکر کنم مشاورشون استاده. اینجای داستان گفتم که از اونجایی که موضوعمون یه جورایی تخصصیه، یعنی میتونه گرایش پیدا کنه به مسائل تخصصی، یک کلمه ای رو یا در واقع یک معیاری رو به اسم هش ریت براتون توضیح بدم. طبق تعاریف خلاصه شده ای که از طرف آقا حمید برای من رسیده و در واقع تجربیات آقا حمید من توی یه جمله براتون خلاصه بکنم، اینه که هش ریت یک معیار و یک مقیاسیه برای محاسبه سرعت انجام عملیات استخراج بیت کوین. زبونم گرفت. ولی در کل این که به زبان ساده بخوام بهتون بگم، هش ریت مثل یک معیاریه برای اینکه ببینن این ماشینی که داره بیت کوین ماین میکنه و بیت کوین استخراج میکنه یه جورایی با چه سرعتی داره این عملیات رو انجام میده. خیلی مشخصا سرعت نیست، یه جورایی بیشتر کار کرده، ولی خب من برای ساده سازی، یعنی آقا حمید برای ساده سازی گفتن که من از کلمه سرعت استفاده کنم. حالا این مفهوم هش ریت رو بهتون توضیح دادم که بگم این بیت ریور با هش ریت 38 پتا 8 بر ثانیه داره بیت کوین استخراج میکنه. 38 پتا 8 بر ثانیه. حالا اگر دقیقاً نمیدونین که این عدد چقدر بزرگه، باید بگم که من رفتم سرچ کردم بهترین دستگاه ماینر برای استخراج بیت کوین، که این دستگاهی برای من آوردش که خودشون میگن، این خیلی ها میگن که کم مصرف ترین و پرسرعت ترین و بصرفه ترین دستگاه برای ماین بیت کوینه، برای استخراج بیت کوینه. هش ریت این دستگاه 14 ترا هش بر ثانیه بود، یعنی حدوداً خیلی خیلی برابر میشه دیگه، خودتون یه تقسیم بکنین روی هم معلوم میشه. اون 38 پتا 8 بر ثانیه بود، این 14 ترا 8 بر ثانیه است. این اعداد و ارقام هم اینو نشون میدن که مصرف برق ساعتی این مزرعه حدود 4500 کیلوواته، که براشون حدوداً ماهانه 120 هزار دلار آب میخوره، که اتفاقاً خیلی عجیبه ولی رقم اون چنان زیادی هم نیست.
نه تنها از بزرگترین مزارع استخراج بیت کوین محسوب میشه، بلکه از قدیمی تریناشون، یه جورایی میشه گفت قدیمی ترینشون هم هست، که از سال 2011 تأسیس شده، زمانی که با 2000 تا بیت کوین شما بیشتر از 2 تا پیتزا نمیتونستین بخرین. از اون زمان تا به الان، از اون موقع تا به الان، بیت فیوری به طرز قابل توجهی رشد کرده و از اونجایی که این شرکت از چندین نرم افزار مختلف برای استخراج بیت کوین استفاده میکنه، محاسبه هش ریتش عملا غیر ممکنه. برعکس دو مدل قبلی که دیدین، دو مورد قبلی که دیدین، بیت فیوری تنها یه معدن نیست، بلکه مجموعه ای از امکانات بزرگ که توی سرتاسر توکیو و لندن و مسکو و دبی پخش شده. عملیاتی هم که توی این تاسیسات انجام میشه توسط بنیانگذار و سی اوش، یعنی ولری واویلوف کنترل میشه، که علاوه بر ایمن سازی بلاکچین بیت کوین، نت ورثش بیش از 1 میلیارد دلاره. بیت فیوری علاوه بر انجام عملیات ایمن سازی بلاکچین بیت کوین، یک سری سخت افزارهای نوآورانه برای این ایمن سازی و برای ایمن کردن این بلاکچین هم طراحی میکنه و تولید میکنه. مثل چی؟ مثل تراشه‌های نیمه هادی سفارشی یا دیتا سنترهای موبایلی. علاوه بر اینا، بیت فیوری ارائه دهنده نرم افزار برای بعضی از پیشرفته ترین برنامه‌های کاربردی جهان از طریق فریم ورک بلاکچین خصوصی اکسینومه، مثل پلتفرم تحلیلی پیشرفته بلاکچین کریستال یا مثلا سبد خرید با بیت کوین پیچ. در کنار همه اینا هم این آقای سی او توی یکی از محاسبه توی یکی از مصاحبه هایی که داشته گفته که من در کنار همه اینا میخوام لاین هوش مصنوعی هم بیارم و روش کار بکنم، یک سری راه حلای نوآورانه و اختراعاتم از اون طریق به کارخونم و به کمپانی اضافه بکنم. و این نکته هم بگم که بیت فیوری از معدود شرکت ها و از معدود کمپانی هایی بود که یک بخش زیادی از سودی که داشت، حالا از هر جنبه سود مالی یا هر سود دیگه‌ای، رو برای درمان بیماری کرونا اهدا کرد. انقدر داره توی چیزهای مختلف میره، کمکم میکنه به خلق بشر. آیا میدونستین اگر برین توی راه آهن ملی سوئیس و دمه باجه، دمه دستگاه باجه وایسین، میتونین همون لحظه بیت کوین بخرین؟ حالا اینکه هیچی، شما توی سوئیس با بیت کوین میتونین هر چیزی که بخواین رو بخرین، مثلا ماشین بخرین، شکلات بخرین، نوشیدنی بخرین، یا اصلا شهریه دانشگاهتون رو پرداخت بکنین. پس با توجه به این چیزایی که من بهتون گفتم، احتمالاً اونقدر براتون عجیب نیست اگر بفهمین که یکی از بزرگترین مزارع ماینینگ بیت کوین توی سوئیس قرار داره، که من به جای سوئیس بهش میگم کشور شکلاتای لاکچری. برعکس اون مزرعه ماینینگی که بهتون گفتم توی مسکو قرار داره، صاحب این یکی مزرعه که توی سوئیس قرار داره، مثل قبلی اونقدر ناشناخته نیست و خیلی هم رمزی راجع به درآمد و نحوه کار کردن این تأسیساتش حرف نمیزنه. خیلی روک و راست و پوسکنده اومده گفته که آره این تو چه خبره. آقای گویدو رودولفی، اگر اشتباه نگم تلفظش، این تأسیسات رو توی سال 2016 و بعد از انتقال تأسیساتش از زوریخ ساخت، چون متوجه شده بود که هزینه ادارش اونور خیلی زیادتره و تصمیم گرفت دهکده کوچیک اروپایی رو برای انجام تجارتش انتخاب بکنه. یه نکته جالبم که بخوام به حرف قبلیم اضافه بکنم اینه که این منطقه که این تأسیسات اومدن توش ساختن، قدیم کارخونه بزرگ و متروکه بوده که اومدن ترتمیزش کردن و تبدیلش کردن به یه مزرعه استخراج بیت کوین. یه نکته دیگه هم که هست اینه که با این همه خوبی که من از این مزرعه بهتون گفتم، یه مشکلی داره که هنوز کسی راه حل براش پیدا نکرده. اونم اینه که این آقای رودولفی دقیقاً هنوز نمیدونه که بهترین راهکار برای سرد نگه داشتن این تأسیسات چیه، چون که قاعدتاً خیلی داغن دیگه، وقتی این همه پروسس رو با هم انجام میدن، اینقدر معادله های عجیب و غریب و سخت حل میکنن، داغ میشن و سرد نگه داشتن این دم و دستگاه ها کار ساده ای نیست. این آقا هم هنوز به بهترین راه حل نرسیده، ولی طبق چیزی که خودش گفته اینه که من ادامه میدم، ناامیدم نمیشم، حتی اگر مشکلی هم باشه من الان میخوام بیت کوین استخراج بکنم چون میارزه. یعنی پولی که از استخراج این بیت کوین و سودی که داره از سرمایه گذارا میگیره میارزه به اون پولی که باید صرف سرد نگه داشتن این تجهیزات بکنه. اینم از ویدیوی امروز. مثل همیشه یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، اون زنگوله هرم بزنین که خودتون اولین کسی باشین که ویدیوهای من و دیجیاتو رو تماشا میکنین. پس تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.